تصاویری که ارتش اسرائیل امروز منتشر کرد مربوط به حمله هوایی دیروز به سه موضع مختلف در نزدیکی بلندی‌های جولان. رسانه‌های دولتی سوریه هم حمله را تایید کرده‌اند، اما می‌گویند پدافند هوایی سوریه موفق شده جلوی آنها را در قنیطره بگیرد. گفته شده حمله به تلافی ورود یک پهپاد سوری به حریم هوایی اسرائیل بوده. موضوعی که نخست وزیر اسرائیل هم در دیدار با رئیس جمهوری روسیه از آن می‌گوید. پهپادی که چند ساعت پیش از سوریه وارد حریم هوایی ما شد رو با موفقیت سرنگون کردیم. این رو اضافه می کنم که ما با هر اقدامی که حریم هوایی و زمینی ما رو نقض کنه مقابله می کنیم. تنش بر سر این منطقه در مرز سوریه و اسرائیل این روزها بالا گرفته. بلندی های جولان، جایی که نیروهای ایرانی و حزب الله هم در نزدیکیش حضور دارند. میگویند برای کمک به دولت بشار اسد و برای مقابله با مخالفان دولت قانونی. نیروهای اسرائیلی چهارچشمی مراقبند و همزمان نگران امنیت مرزهایشان. گفته شده سفر بنیامین نتانیاهو به مسکو هم به همین موضوع مربوط است. نخست وزیر اسرائیل میگوید به ولادیمیر پوتین گفته ایران نباید به هیچ عنوان در سوریه حضور داشته باشد. خبرگزاری رویترز میگوید آقای نتانیاهو ظاهرا دست خالی هم برنگشته. به گزارش این خبرگزاری مسکو پیشنهاد داده نیروهای ایرانی تا 80 کیلومتری بلندی های جولان عقب بروند. پیشتر یک منبع از ارتش اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته بود آقای نتانیاهو پیشنهاد دیگری هم برای آقای پوتین داشته. اینکه اگر روسیه ایران را از سوریه خارج کند، در مقابل تل‌آویو هم علیه بشار اسد اقدامی نمی کند. سخنگوی دولت اسرائیل البته چنین پیشنهادی را تکذیب کرد. اما همزمان با نخست وزیر اسرائیل، مسکو میهمان دیگری هم دارد. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر ایران در امور بین الملل. گفته شده او حامل پیام‌هایی از سوی رهبر و رئیس جمهوری ایران بوده. فعلا به نظر می رسد آینده جنگ سوریه بیش از هر چیز به نظر این مرد گره خورده باشد. کسی که فعلا نه درباره آخرین سخنان نخست وزیر اسرائیل درباره سوریه اظهار نظر کرده، نه در خصوص گفتگوهایش با مشاور ارشد رهبر ایران درباره حضور نظامی تهران در سوریه. فیروزه یکبریان، بی بی سی.